بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. من باهره یزدانپناه به همراهی همکارانم با شما هستیم. در آستانه 30 خرداد برابر با 20 ژوئن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران هستیم و همینطور نزدیک به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی از بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق کودکان کار و خیابان و اینطور فعال کارگری دعوت کردیم تا در این زمینه گفتگویی داشته باشیم. ضمن خوش آمدگویی به مهمان برنامه، ممنون که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و برنامه خوبتون و با تبریک و شاد باش باید بگم واقعا به خاطر 20 ژوئن به شما و به خانواده زندانی سیاسی و به همه زندانی سیاسی که دارن مقاومت میکنن، مبارزه میکنن و اسبا نمیستن. من در خدمتتون هستم. بعد اولین سوال به ما بگید که با شرایط و اوضاع کنونی در ایران انتخابات، اعتراضات در تمام تشکلها و سطوح به نظرتون چطور میشه به استقبال 20 ژوئن رفت؟ خب ببینید، ما در شرایطی به 20 ژوئن، همین به نظر من که 20 ژوئن روز فریاد علیه دیکتاتوری و حمایت از زندانی سیاسی و خانواده آنان سالگرد یه نسل کشی و هولوکاست اسلامی است در ایران و این روز سالگرد خیزش عظیم مردم ایران علیه حاکمیت جنایت کشتار اسلامی است، میدونید به خون غلطیدن هزاران انسان آزادی خواه در دهشت و از اون زمان تا به الان. امروز در شرایطی ما به این روز داریم نزدیک میشیم که انتخابات نمایشی همون سیرکشون داره در پیش روز داریم در 28 خرداد. 28 خرداد میدونید روزیه که محمد سلاس، یکی از زندانیان سیاسی، یکی از دراویش معترض، متاسفانه به اتهام‌های واهی، حالا قتل 3 مأمور رو بیسته بودن، متاسفانه اعدام شد. و همین چند روز پیش 21 خرداد سال روز مرگ علیرضا شیر محمد علی بود که در زندان فشاخویه به طرز مشکوکی جان خودش رو از دست داد. هدی صابر یکی از زندانی سیاسی است که همبند من بود و متاسفانه اونم بر اثر اعتقاب قضای 8 روزه در زندان اوین جان خودش رو از دست داد. طبیعیه که قطعا به نظر من به خاطر همچین اعتقاب قضایی نبوده و حتما هم ضرب و شتم شده و به شیوه مختلف خواستن اونو از بین ببرن. خب این روز واقعا خیلی مهمه. ما داریم میبینیم خانواده های جان باختگان، دادخواهان به شکل خیلی وسیع و عظیم و شجاعانه به جلو اومدن، محترس هستن، کلیپ های مختلفی دادن در این روز که از مردم خواستن که در این سیرک نمایشی شرکت نکنن و این انتخابات رو اصلا اهمیتی بهش ندن. کاندیدها کسی امروز که هستند دارن مناظره های مختلف میکنن و جز اینکه جز رسوایی به نظرم برای خودشون و توهین به شعور ملت کار دیگه پیش نمیرن و وعده های دروغ های فریبنده دارن، میخوان مضحکه انتخاباتی رو پیش ببرن در حالی که به مهمترین مسائل کشور اصلا اشاره ای نکردم، مثل مثلا واکسیناسیون، وضعیت کرونایی کشور، وضعیت حقوق بشر و خیلی از مسائل دیگه، معیشت و منزلت مردم، کارگران که در خیابان هستن، بازنشستگان، همه اینها به نظر در مورد 20 ژوئن برای ما بگید که چطور به استقبالش میریم با همین شرایطی که گفتی. خب ببینید، من همه اینا رو که من گفتم، ببینید من میخوام بگم شرایط جامعه ملتهبه، تعرضی تر شده، الان کارگرا، بازنشستگان همه در اعتراض و اعتراضن، کارگران نشکر هفت‌تپه، فولاد عباس، حتی بخشی از کارگران شرکت نفت اومدن، یعنی میخوام بگم جامعه مهیاست برای یه خیزش میلیونی واقعا. حالا من مطمئنم که انتخابات رو سرشون خراب میکنه، اما چطور به استقبال این روز بریم؟ خب این روز یک روز شناخته شده، برای شخص من خیلی شناخته شده است. میدونید من سالها زندان بودم و من داخل زندان با همین کمیته مبارزه برای زندانی سیاسی در تماس بودم، با شیوای عزیز در تماس بودم و با کارها و فعالیت‌های مهم این نهاد، این کمیته و 20 ژوئن آشنا هستم و این روزو به نظرم بهار 11 سالشه این روز به نامگذاری شده است.
به نظر این روز برای من که زندان بودم حالا اون موقع و الان زندانی سیاسی داخل زندان خیلی مهمه. خانواده ها میتونن حمایت کنن، خود زندانیان سیاسی، فعالین، تشکل های کارگری، نهادها، فعالیانی که میتونن با اسم و رسم خودشون نامه بدن، بیانیه بدن، این روزو پاس بدارن، از زندانیان سیاسی حرف بزنن. الان مدیای اجتماعی خیلی وسیع‌تر شده، کلاب هاوس اومده، میتونیم در اونجا میتینگ هامون و حالا گفتگوهامون و بحثامون رو ادامه بدیم، از وضعیت حقوق بشر بگیم، از زندانی سیاسی بگیم. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم چندین فعال کارگری امروز به نظرم اومدن که محاکمه بشن، مثل همین مهران روف و یه چند تا از فعالین کارگری. اسماعیل گرامی به 4 سال حبس محکوم شده و یه خبر خوشحال کننده بگم که امروز امیر سالار داودی خوشبختانه با قید وثیقه تا تعیین حکمشون آزاد شدن. در حال بحث کلی من اینه که این روزو میتونیم در مدیا اجتماعی با توجه که این کرونا است و در داخل ما اگه میشه با تجمعات جلوی زندان ها، همونطور دیروز دوستان ما رفتن خونه خانواده نوید افکاری رو حمایت کردن و متاسفانه باهاشون برخورد کردن، جلوی زندان تجمع کرده بودن و در حال نهایت آزاد شدن که اینم خیلی خوشحال کننده است. اتفاقا میخواستم بپرسم که مردم، فعالان حقوق کودکان که خود شما هم جزوشون هستی، کارگری، دانشجوی سیاسی، حقوق بشری، زنان و غیره، چطور میتونن موتور محرکی در هرچه تاثیرگذارتر در 20 ژوئن باشن؟ ببینید، من خیلی صحبت کردم که گفتم شرایط کشور خیلی ملتهب تعرضی تر شده، بازنشسته، کارگر، پرستار، معلم، مال باختگان. امروز یه خبری من دریافت کردم، جانبازان اومدن به میدان و تجمع کردن، متاسفانه باهاشون برخورد کرد. یعنی ببین، جمهوری اسلامی حاکم زوتری در 42 سال کاری کرده، مردم منزجر کرده، مردم متنفر شدن. میدونید تا یک تلفن، یه روزنه کوچیک به یک جوان، به هر شهروندی تو ایران داده میشه، ببین چی کار میکنن، سرتاپای حکومت رو یعنی به چالش میکنن، از خامنه ای گرفته، عملا در تریبون ها دارن جوان از اسم زندانیان سیاسی رو میره. یعنی پس شرایط مهیا است، آماده است. امروز به نظرم همه میتونن در 20 ژوئن، یعنی این روز رو پاس بدارن، صدای زندانیان باشن، جلوی زندان میتونن تجمع کنن، دید و بازدید با خانواده زندان، احوالشون رو بپرسن، حتی شده با یک تلفن پیام های همدردی داد، حمایتی داد. اینا کارهاییه که به نظرم میشه انجام داد. و همچنان خبر دارم که کمیته مبارزه برای زندانی فراخوان هایی داده، میتونن در این فراخوان ها شرکت کنن، برنامه های لایوی داره. خب اینا کارهای هر ساله این کمیته برای من خیلی ارزشمنده و من همیشه پیگیر بودم و از داخل زندانم پیگیر بودم. بله، ممنون. یه سوال دیگه، بنا به صحبت های کردی، همونطور که گفتی به مضحکه انتخاباتی چند روز بیشتر نمونده. حالا تو به عنوان فعال حقوق کودکان چطور و در چه سطحی به این رژیم اعتراض میکنی و اعلام میکنی که این رژیم از نظر مردم مشروعیت نداره و مردم خواهان سرنگونیش هستن؟ خب همین الان من دارم با شما مصاحبه میکنم، این خودش یه اعتراضه. دارم افشاگری میکنم، دارم از زندان سیاسی میگم، حرف میزنم، من ارتباطات خودم رو با خانواده دارم. میخوام اینجا از این فرصت استفاده کنم، من دارم میخوام از ارجن داودی براتون بگم که بعد از 13 سال تبعید شد که به زندان زابل، الان دوباره موقتا برش گردوندن به رجای شهر ولی تماس تلفنی نداره. از اسماعیل گرامی میخوام بگم که به 4 سال حبس محکوم شده. مطلب احمدیان که من با خانوادهش مستقیم در تماسم، متاسفانه از بیماری های عدیده پزشکی رنج میبره و جمهوری اسلامی هیچ کاری براش نکرده. فرهاد سلمان پور زهیر، یک زندانی که در زندان تهران فشافویه به علت عدم رسیدگی پزشکی در وزارت وقیه میقرار داره، و سینا بهشتی که خانوادهش مرتب تحت اذیت و آزارن، و محمد نوریزاد. در حال هر سوالت هم عمدتاً حقیقتش یادم رو بستن چی بود، ببخشید که یه وقتی که بمبان یک فعال کار کودکان کار خیابان، چطور مخالفت تو و این نظام مشروعیت نداره اعلام میکنی؟ خب همین کاری که انجام میدیم، خب این یک نوع مخالفت افشاگری که میکنیم، خب و مصاحبه‌ای که میکنیم و صدای زندانیان هستیم، از هر نظر که میتونیم کمکشون کنیم. ولی خب اعتراض من نهایتا الان منجر شده به اعتراضات مدیای اجتماعی و همین ارتباط گیری ها با خانواده و از زندانیان سیاسی گفتن، نامه نگاری و افشاگری در این مورد و افشای ماهیت اصلی همین کاندیدا. هر سن همین کاندیدا خودشونو دارن افشا میکنن، رسوا میکنن و از طرفی هم واقعا توهین به شعور مردم میکنن. همین کارا میشه انجام داد و
در این انتخابات هم من به شخص به نظرم این کاندیدا که میخوان مثلا الان با کشاندن مردم به پای صندوق های رای، به نظرم اینا بجز به تداوم حاکمیت رژیم و میخوان فقط مهر مشروعیت انتخاباتی بزنه، هیچ کار دیگه ای ندارن و ماهیت این نظام و کشمکش‌های درونی هم رژیم به نظرم هیچ ربطی به منافع ما مردم، توده مردم، کارگران، بازرسان، تمام مردم به سطح آماده نداره. و اهداف و استراتژی همین کاندیدا، این که کدام یک حالا میخواد بیاد جلو کاندیدا بشه، به نظرم حالا برای 4 سال آینده زمان به ما هیچ ربطی نداره. به نظر من اگه انتخابات واقعی در ایران یعنی وجود داشت، مردم همه اینا را به جرم دزدی و فساد و اختلاس و جنایت و تفاوت محاکمه میکردن، ولی ما میدونیم که انتخابات آزاد معنی نداره. الان رئیسی و انداختن جلو، میخوان ببرن جلو که از صندوق درش بیارن و مطمئنم درش میارن. اینا الان با بحران رهبری متوجه هستن، با بحران معیشت، بحران بیکاری، بحران نمیدونم فساد چپاول و یکی از بحرانی ترین همین جانشینی رهبری است که رئیسی و انداختن. حالا تا زمانی که جمهوری اسلامی هست انتخابات اصلا انتخابات آزاد معنایی نداره. فرصتمون خیلی کمه. فقط یه چیزی، متاسفانه انقدر در این مورد میشه صحبت کرد که ساعتها زمان میبره، فقط یک سوال دیگه ازت میپرسم و اون اینه که شنیدیم که خانه پدری رو اگر اشتباه نکنم دارن مصادره میکنن یا مصادره کردن برای وثیقه. یه کوتاه، خیلی کوتاه برای ما در مورد این توضیح میدی؟ ببین، من در پرونده اخیرم بعد از اینکه 8 سال از زندان آزاد شدم دوباره دستگیر شدم به خاطر ماجرای سر پل ذهاب و یه سری تجمعات جلوی دادستانی بود، به 6 سال حبس توسط دادگاه شعبه 26 قاضی ایمان افشاری محکوم شدم و نوشتن 3 کتاب. با وثیقه 200 میلیونی از اون پرونده اومدم بیرون، ولی یه پروندگی تو سرپل زاب کرمانشاه داشتم، با وثیقه 40 میلیونی اومدم بیرون، به 1.5 سال حبس محکوم شدم. خب من تا حکمم که تعیین شد و قطعی شد من بیرون اومدم و الان مامورین نهادهای امنیتی از طرف دادگاه و حالا از شهرستان و شنوی که خونه پدریم شدیم رفتن خونمون رو متراش کردن. ضمن اینکه قبل از این کار رو بکنن بارها پدرم و پسرعمون که سندان به اسم اونها سندی که برای من گذاشتن احضار کردن به دادگاه انقلاب تهران. البته پدرم گوش نکرد، گفت من نمیرم، بذارها غلطی میخوام بکنن، بیان جرات دارن خونه ما رو مصادره کنن. دیروز پیروز رفتن خونه ما رو متراش کردن و گفتن ما این خونه رو میخوایم مصادره کنیم، در حالی که اون سند اون خونه ما 40 میلیون که به ازای سند کرمانشاه، ولی سند 200 میلیونی به نام وثیقه به اسم پسر عمومه که فعلا اونو بیخیال شدم. پدر من بهشون گفته شما چطور میخواید 40 میلیون رو، این خونه میلیاردی واقعا ارزش داره، خونه ما تو روستاست. اونا هم گفتن واقعا ما هم حیفمون میاد، ولی خب دستور داد. در هم پدرم بهشون گفته در حالی که در کشور این همه دزدی و غارت و چپاول است، حالا شما گیر دادید به سند پسرم که جزی از بجز فعالیت کارگری و حقوق کودک و حقوق بشر جرمی مرتکب نشده، این کارا رو کردن. فشار هم به شیوه های مختلف به خانواده ها، به خانواده من فشار میارن، تهدید میکنن که ما مصادره میکنیم، بازداشت میکنیم، از این حرفا. ولی در حال پدرم محکم ایستاده گفته هر کسی اگه تونست بیاد خونه منو به مزایده بذاره و مصادره کنه. درسته. ممنون از پاسخهایی که دادی و مرسی که به این برنامه اومدی. مرسی، منم خوشحال شدم که در آستانه 20 ژوئن این فرصت رو به من دادید. بار دیگر میخوام بگم بیایید همه صدای زندانی سیاسی باشیم، صدای کسانی باشیم که به خاطر دفاع از ما آزادی بیان و معیشت و منزلت، واقعا امروز فعالین کارگری زیادی در حبس و زندان هستن، معلمان در حبس و زندان هستن، به میدان بیایم و 20 ژوئن رو واقعا رو سر اینا خراب کنیم، صدای تک تک این زندانیان باشیم در مدیا اجتماعی، هر جا که فرصتی گیرمون میاد. همراه من باشید با همکارم زهرا لطفی و گزارش ویژه امروز. ممنون باهره. با سلام به شما همراهان همیشگی برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی که در خرداد ماه سال 98 توسط 2 زندانی بزکار
مورد حمله قرار گرفت و با ضربات چاقو جان خودش را از دست داد. این زندانی سیاسی در تیرماه سال 97 به دلیل فعالیت در مدیای اجتماعی بازداشت شد و توسط قاضی صلواتی به اتهامات توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علی نظام به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. مدیریت کانالی به نام کانال آتئیست ها به عنوان یکی از مصادیق اتهامی علیرضا شیر محمد علی عنوان شده بود. علیرضا شیر محمد علی به همراه دیگر زندانی سیاسی برزان محمدی در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و انتقال به زندان اوین در اسفند ماه سال 97 دست به اعتصاب قضا زد. لازم استش که این زندانی سیاسی در یادداشتی اعتصاب قضای خودش رو نبود امکانات و نداشتن امنیت جانی عنوان کرده بود و در قسمتی از این یادداشت آمده بود که اعتصاب قضا کردم تا با این روش به بودن خود در اینجا اعتراض کنم و سلامت جان ما که هیچ اهمیتی برای عوامل زندان و رؤسای آن ندارد. در این زندان انسانها، حقوق انسانها فاقد اهمیت است و این هم باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده از جمله مریضی و مرگ مددجویان می شود. با توجه به شعار آزادی بیان و حقوق شهروندی انسانها به کدام مرجع باید حرفهای خود را اعلام کنم تا مسئولین مربوطه به خواسته هایم رسیدگی کنند؟ چند بار تا کنون اعلام کردم اما رسیدگی نشده است. علیرضا شیر محمدی بعد از 2 ماه اعتصاب قضا به درخواست خانواده و فعالین مدنی به اعتصاب قضای خودش پایان داد. لازم هستش که عنوان بکنم که زندان فشافویه که در 22 کیلومتری جنوب تهران و برای متهمانی که محکوم هستن به حمل مواد مخدر ساخته شده، اما خب در سالهای اخیر ما میبینیم که جمهوری اسلامی از اهرمای فشار بیشتر استفاده میکنه برای بر زندانی سیاسی و اینکه زندانیان سیاسی بسیاری رو به زندان فشافویه منتقل میکنه. لازم هستش که عنوان کنم که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 30 خرداد مصادف با 20 ژوئن رو روز حمایت جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی اعلام کرده. بیاین در این تاریخ در هر کجا که هستید صدای مادران دادخواه، صدای زندانیان سیاسی باشیم. زهرا لطفی. 20 ژوئن برابر با 30 خرداد روز حمایت از زندانیان سیاسی، روز حمایت و همبستگی ما با خانواده های زندانیان سیاسی، مادران خاوران و پارک لاله، خانواده کشته شدگان آبان خونین 98، خانواده مسافران پرواز اوکراینی سرنگون شده و جنبش دادخواهی است. روز اعتراض به تمام جنایت های جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته. توجه شما رو به قسمت هایی از کلیپ هایی که در این رابطه برای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فرستاده شده جلب می کنم. 20 ژوئن برابر است با 30 خرداد ماه، روز حمایت از زندانیان سیاسی. من به این روز و به این کمپین می پیوندم و هر گونه احکام ظالمانه جمهوری اسلامی ایران را محکوم می نمایم. روز سمبولیک یعنی 20 جون برابر با 30 خرداد یادآور قتل عام عزیزانمان در دهه 60 سال 88 است. از این رو این روز را با صدای رساتر و عزمی راسخ همراه زندانیان سیاسی و خانواده هایشان و خانواده های دادخواه از حق به آزادی کلی زندانیان سیاسی فارغ از دستبندی ها و جناح‌های سیاسی دفاع و خواهان آزادی هرچه سریع‌تر این عزیزان خواهیم شد. دوستان عزیز، کم کم داریم به روز جهانی زندانیان سیاسی نزدیک میشیم. بنا به خیلی دلایل باید از زندانیان سیاسی در ایران حمایت کنیم. زندانیان سیاسی که جان خود و زندگی خود را ایثار کرده و زندگی خود را در زندانها، در سلولهای رژیم جنایتکار ایران در بدترین شرایط به سر میبرند. شکنجه میشوند، اجازه مرخصی ندارند، اجازه دکتر ندارند، اجازه درمان ندارند. اما کوتاه نمیآیند. چرا که باور دارند آینده از آن آزادی خواهان است، آینده از آن عدالت جویان است.
چکیده این ملت زندانیان سیاسی هستند، دختر و پسران جوان و مردان و زنان مبارزه‌ای که در سر تا سر ایران به بند کشیده شده. امید آزادی و نابودی جمهوری اسلامی. همکارم نگار نادری اخبار زندانیان سیاسی رو در هفته‌ای که گذشت به نظر شما میرسونه. ممنون باهره. با سلام به شما همراهان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من نگار نادری خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت را به اطلاع شما میرسانم. ساسان نیکنفس زندانی سیاسی دوشنبه 17 خرداد ماه در زندان تهران بزرگ درگذشت. ساسان نیکنفس از روز شنبه علارغم وضعیت وخیم جسمی بدون رسیدگی مناسب پزشکی در بهداری زندان نگهداری شده بود. این زندانی سیاسی با وجود بیماری‌های مختلف جسمی و مشکلات اعصاب و روان 11 ماه گذشته را در حال تحمل حبس بوده و تلاش مادر سالخورده او جهت دریافت گواهی عدم تحمل حبس تا لحظه مرگ فرزندش بی‌نتیجه بود. از دستگیری تا آزادی اعضای خانواده افکاری و جمعی از فعالین سیاسی، شنبه 22 خرداد خانواده افکاری به همراه تعدادی از بستگان و فعالین اجتماعی در اعتراض به 280 روز انفرادی برادران افکاری مقابل زندان عادل‌آباد شیراز حضور یافتند. نیروهای امنیتی آنها را با ضرب و شتم شدید دستگیر کردند. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری، سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، نرگس محمدی، جعفر عظیمزاده، پوران نازمی و سعید محمدی در بین دستگیر شدگان بودند. بنابر تماس تلفنی کوتاهی که جعفر عظیمزاده با خانواده داشته است، او از آزادی خود و دیگر دستگیر شدگان خبر داد. اسماعیل گرامی زندانی سیاسی و فعال صنفی بازنشستگان مجموعاً به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید. جمعی از فعالان صنفی معلمان و فعالین سیاسی نسبت به این حکم اعتراض کردند. محمد ترکمانی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ روز سه‌شنبه 11 خرداد بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به تیپ 4 این زندان در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن منتقل شد. چهارشنبه 19 خرداد 1400 محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در میان استقبال خانواده‌ها و دیگر فعالین کارگری پس از 25 روز از زندان شهرستان سقز آزاد شدند. برزان محمدی زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه 17 خرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل برادر خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او که پیش از این نیز در جریان اعتراضات سراسری مرداد ماه 97 بازداشت و به حبس محکوم شده بود، اواسط تیر ماه سال 99 از زندان اوین آزاد شد. شکیلا منفرد زندانی سیاسی محبوس در زندان قرشک فرامین روز دوشنبه 17 خرداد در پی فقدان نظارت در زمینه حفظ امنیت زندانیان و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم توسط تعدادی از زندانیان جرائم عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پنجشنبه 20 خرداد 1400 فرانک جمشیدی فعال محیط زیست و عضو جمعیت کردستان سبز پس از احضار به شعبه 4 اجرای احکام انقلاب سنندج توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و برای تحمل 1 سال حبس به زندان سنندج منتقل شد. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی در ادامه با باهره یزدان‌پناه خواهیم بود. با توجه به نزدیک شدن به زمان انتصابات فرمایشی جمهوری اسلامی و پیام‌های خانواده‌های دادخواه مبنی بر تحریم انتخابات و رأی به سرنگونی جمهوری اسلامی، با هم در این زمینه کلیپی رو می‌بینیم. من پدر جاوید نام رضای معظمی گودرزی از کشته شدگان آبان 98 هستم. به خاطر خون به ناحق ریختی فرزندم رضا و همه کشته شدگان آبان 98 هرگز به جمهوری اسلامی رأی نخواهم داد. مادر سارا قهرمانی شهید پیام دیماه 96. من مادر علیرضا انجوی ویدا هستم از خانواده خاوران. اوتول حسینی هستم مادر شهید درویش بهنام محبوبی. من از اول سرنگون بودم و هست به خاطر فرزند بیگناه.
چه خوابیده پسرم بیرونا بود. من محبوبه رمضانی مادر جاوید نام پژمان قلی‌پور هستم. من مادر جاوید نام نوید بهبودی هستم. به خاطر پسرم پویا بختیاری رای بی رای. به خاطر گلوله‌ای که به سرش شلیک کردند، رویاهاش رو نابود کردند. به خاطر جونهایی که گرفتند، به خاطر 1500 گلی که پرپر کردند، رای بی رای. در بخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس های تماسمون جلب می کنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستیم. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه دیگه، شب و روز در هر کجای دنیا که هستید بر شما خوش.